طرح جنگ جهانی سیام. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. طرح جنگ جهانی سیام. اشاره: گزارشنامه افغانستان. اگر آنچه ادریس رحمانی درباره یورش تاریخی چین بر تایوان پیش بینی کرده، پس جنگ افغانستان نیست که چین تازه بر پایگاه های آمریکا مسلط شده، ده برابر افزایش خواهد یافت. در اینجا هم خانساسازی پروژه گوا در واره ابریشم است. هم نقطه فشار بر چین و گیر انداختن چین در یک جنگ اسلامی. پس افغانستان یکی از بسترهای کلیدی جنگ احتمالی سیوم است. از صفحه محمد محمودی. احتمال حمله چین به تایوان ده برابر افزایش یافته است و گفته ادریس رحمانی، تحلیلگر ارشد سیاسی و امنیتی جنگ بزرگی در آسیا در راه است و بر اساس مطالعات پیکر و چندین ساله اش ادعا می کند چینی ها 30 سال برنامه ریزی نموده و آمادگی گرفت تا بتواند جزیره تایوان که قبلا جزیره خاک چین بوده و امریکا و انگلیس ها آن را از چین جدا نموده بودند، دوباره پس بگیرد. در همین راستا شی چینگ پنگ رئیس جمهور چین در 2 سال اخیر چندین بار در مورد حمله به تایوان سخن به میان آورده است. حمله چین به تایوان و طور قطع پای غربیا و جهان را در این جنگ بزرگ می کشاند. جنگی که امریکایی ها و غرب سالهاست در انتظار هست تا بتوانند اژدهای زرد چین را که اکنون بزرگترین تهدید برای جهان به خصوص سلطان جهان امریکا است، کنترل و تضعیف نمایند. لازم به ذکر است که آقای رحمانی دلیل اصلی خروج امریکا و غرب را از افغانستان، فریب و ترغیب چین جهت حمله به تایوان می داند و مدعی است که امریکایی ها می خواهند با خروجش از افغانستان وانمود نمایند که هژمونی ایالات متحده در جهان از بین رفته است. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: طالبان امریکا خلاف تعهدات بین المللی حریم هوای افغانستان را نقض کرده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته اند که امریکا حریم هوایی افغانستان را خلاف تعهدات بین المللی نقض کرده است و باید از این تخلفات جلوگیری شود. در اعلامیه طالبان که روز 3 شنبه 6 میزان نشر شده آمده است که تمام حکومت ها از جمله حکومت طالبان بر اساس قوانین و حقوق بین المللی مالک حریم هوایی و زمینی خود هستند، اما امریکا خلاف این قوانین و توافقنامه دوحه حریم هوایی افغانستان را با پهپادهای خود نقض کرده است. طبق اعلام طالبان، تخلفات انجام شده از سوی امریکا خلاف تعهدنامه دوحه است و باید اصلاح و از ادامه آن جلوگیری شود. طالبان از تمام کشورها به ویژه امریکا خواسته است که بر اساس قوانین و حقوق بین المللی و بر اساس تعهدنامه دوحه با احترام متقابل با حکومت طالبان تعامل کند
تا از عواقب بدی که نقض این قوانین به همراه خواهد داشت جلوگیری شود. این در حالی است که بیشتر مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که برای حمله به گروه‌های تروریستی از جمله داعش شاخه خراسان از طالبان اجازه نخواهند گرفت. در همین حال یک مرد جوان از چنگ آدم ربایان در هرات نجات یافت. مقام‌های محلی هرات از رهایی یک مرد جوان از چنگ آدم ربایان خبر می‌دهند. دفتر رسانه‌ای ولایت هرات با نشر خبرنامه می‌گوید که نیروهای فرماندهی امنیه ولسوالی کشک ربات سنگی موفق شدند این مرد را از چنگ ربایندگان نجات دهند. در خبرنامه آمده است که فرد ربوده شده حامد نام دارد و ساکن منطقه بیکرآباد شهر هرات می باشد که 3 روز پیش از منطقه مشخندک ولسوالی کرخ ربوده و به ولسوالی کشک ربات سنگی انتقال یافته بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده پس از رهایی مرد ربوده شده آدم ربایان موفق به فرار شدند، اما تلاش برای بازداشت آنها جریان دارد. در خبرنامه همچنان به نقل از مولوی غلام ایدر، شهامت مسئول جلب و جذب طالبان در حوزه غرب کشور آمده که آنان با دزدان، آدم ربایان و اخلالگران امن و نظم مردم مدارا نمی کنند. این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان طالبان اجساد 4 مرد متهم به آدم ربایی را در مناطق مرکزی شهر هرات در مقابل دید مردم به نمایش گذاشتند و این اقدام واکنش های زیادی به دنبال داشت. در همین حال ذخایر دلاری بانک مرکزی قبل از سقوط کابل تمام شده بود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.